سلام عرض میکنم خدمت همه دنبال کنندگان عزیز، دوست داشتنی و گل گلاب کانال یوتیوب کلاب هاوس فارسی. امیدوارم حال همتون خوب باشه، سالم و سرحال باشید و مثل همیشه پر امید. مهدی هستم، ادمین کانال، و از کانال دوم باهاتون صحبت میکنم. همونطوری که اطلاع دارید چند روزی هست که حاج داوود رحمانی، قصاب و شکنجه‌گر زندان قزل حصار در دهه 30 60 به درک واصل شده و در این چند روز در کلاب هاوس، در سایر فضاهای مجازی، در تلویزیون های فارسی زبان و خیلی جاها شاهد گفتگوها و روایت زندانیانی بودیم که اون دهه 30 رو تجربه کردن و از همه مهمتر از نزدیک با حاج داوود رحمانی و شکنجه هاش برخورد داشتن. این زندانیان روایت هایی رو تعریف میکنن و بیان میکنن از شکنجه های ابداعی این فرد جنایتکار که مشخصا میتونیم به تابوت و قبر اشاره بکنیم که واقعا باور کردنی نیست این حجم از قساوت و سبوعیت و وحشیگری. حاج داوود رحمانی که در 3 سال بیشتر نتونست مدیریت مجموعه قزل حصار رو بر عهده داشته باشه و اینقدر آشور بود که حتی سران جمهوری اسلامی که خودشون جنایتکار هستن، اما به علت همین شکنجه ها ایشون رو از کار برکنار میکنن و از اونجایی که این فرد کاملا بی سواد هم بوده و تا 5 ابتدایی سواد داشته، که بعد از اون مدت که از زندان قزل حصار برکنارش میکنن، از ریاستش از سال 60 تا 63 ریاست اونجا رو بر عهده داشته، میره پیش رئیس خودش و رئیس جنایتکارها، یعنی اسدالله لاجوردی که خود لاجوردی ایشون رو منصوب کرده بود به ریاست زندان قزل حصار به عنوان رئیس سازمان زندان ها و دادستان. البته یه مدت که اونجا میمونه به علت همین بی سوادیش و اینکه جز شکنجه و زجر دیگران کار دیگه ای بلد نبوده، برمیگرده به مغازه آهنگری خودش و در سن 76 سالگی فکر میکنم میمیره و به درک واصل میشه. البته این سالهای آخر اونطوری که شنیدم بسیار وضعش خراب بوده، خونه نشین بوده و حتی توانایی انجام امورات شخصیش هم نداشته. امیدوارم که با زجر مرده باشه، هرچند عدالت این بود که اینها نباید بمیرن و در پیشگاه عدالت در همین دنیا می اومدن و جواب جنایت های خودشون رو مثل همین حمید نوری می دادن. قسمتی از مستند بلند شاهدان چشم بند زده رو براتون گذاشتم و میذارم که روایت زندانیانی هستش که اینها از نزدیک با حاج داوود رحمانی برخورد داشتن و شکنجه هاش رو از نزدیک بر تن و جانشون تحمل کردن و نشسته. اون دوستانی که مشکل عصبی دارن، که مخصوصا اگر این مشکلات ناشی از زندان باشه و شکنجه باشه، من نباید صحنه‌های دلهره‌آور و آزاردهنده رو ببینن. خواهش میکنم که این مستند رو تماشا نکنن. چند دقیقه از این مستند رو با هم دیگه میبینیم. البته در صفحه اول ما هم مفصل ما پرداختیم به حاج داوود رحمانی و در صفحه 3 ما هم 2 اتاق که در مورد حاج داوود رحمانی صحبت کردن، چندین ساعت از هر اتاق که اونجا هم مفصل پرداخته شده و شاهدان بسیاری که خودشون روایت کردن اون اتفاقات رو و تجربه شخصی داشتن هم در اون صفحه میتونید این ویدیوها رو ببینید و منبع خیلی خوبیه برای شناخت بیشتر این جاندار. بریم با هم دیگه ببینیم و برگردیم. یکی از داستان‌های مهم پرده‌داری داستان مجلس مختار. مختار کسی است که انتقام خون شهدای کربلا و امام حسین رو می‌گیره و به اصطلاح اشقیا رو به دست عدالت می سپاره. شیوه هایی که مختار برای اجرای عدالت در مورد اشقیا به کار برده بیشتر شبیه کابوس هستند تا واقعیت.
روش‌هایی مثل روغن داغ در حق ریختن، شمع آجین کردن، انسان زنده را در دیگ آب جوش پختن و از این قبیل. وحشتناکترین این دوران شکنجه بود به نام قبرها، تابوتها. من حدوداً 6 ماه تو تابوتها بودم. این خیلی فرق داشت با انفرادی های معمولی. انفرادی معمولی وقتی مینداختنت همه مسئله جداییت از بچه ها بود، کوچیکی جات بود، نداشتن هواخوریت بود، نداشتن ملاقاتت بود. ولی آزادی های فردی تو داشتی، یعنی آزادی های آزادی بر قرائز تو داشتی. جایی درست کردن همون جواب قبرها رو میگفتن، که میگفتن هر کی میره توش یه آدم دیگه میشه. تو بند ما میگفتن میگن دیگه اون چیز هویت قبلیشو دیگه نداره، مسلمون میشه. من فقط یادم میاد با یه دختری از اون جواب یکی بچه رو آوردن توی بند که دوستای قدیمیش که نمیدونستن که این چه تغییری کرده، اینو عمدن حاجی داوود آورده بود توی بند که بسا دوزاری بچه ها بیفته که چه خبر اینجا. بعد این که اومد تو بند، بچه ها که دویدن طرفش به بوستنش و بعد مدت ها میدن، من یادمه که خودشو کشید عقب، گفت به من دست نزنید، من خیلی آدم کثیفی شدم. که بعد دوستش گفت منظورت چیه آدم کثیفی شدی؟ گفت الان یعنی الان شما حرف بزنید، هر چی من میرم گزارش میدم، خواهش میکنم جلو من حرف نزنید. به همون یه روز گفت یک تختایی براتون درست میکنم که اینجور اذیت نشین، هر کسی تو تخت خودش کاملا راحت میخوابه بدون اینکه دیگه مزاحم کسی بشه. اینا براتون یک تختایی درست کرد و ما نمیدونستیم، ولی تخت برای خوابی نبود، بلکه برای شکنجه بود. و من به اعتقاد من زمانی که ما اونجا بودیم تمام از تمامی دریافت‌های حسی ما محروم بودیم. دیدن، شنیدن، لمس کردن. سخت‌تر از شکنجه‌های فیزیکی این دوران شکنجه روحی بود که وسیله حاجی رو ما اعمال می‌شد. این دقیقاً برنامه ریزی شده بود. از صبح که بلند می‌شدیم نوارای قرآن بود که برامون گذاشته میشد با صدای فوق‌العاده زیاد، یعنی حتی یک نواری که دوست داری با آهنگ اینو به طور مداوم با صدای بلند، یه جایی گوشت خسته میشه دیگه. ولی این دقیقا حالت شکنجه رو داشت، با صدای فوق‌العاده زیاد نوارا گذاشته میشد، نوارا قطع میشد، مصاحبه بچه هایی که واقعا داغون شده بودن، به معنای واقعی شکسته شده. من یادم با یکی دوستان بحث میکردیم، بعد این به من گفت بهتر زیاد بحث سیاسی نکنیم، چون اگه یه موقع رفتیم توی اون جبه ها نمیتونیم با این تعریف هایی که شنیدیم، برای یه پدیده جدید و ناشناخته بود برای ما، معلوم نیست تا چقدر مقاومت کنیم، بهتره که به هم زیاد اطلاعات ندیم. این عدم اعتماد رو حاجی تونسته بود توی بچه ها تا به وجود بیاره. درد جسمیش کم کم میومد تو بدن، دیواری پشت نبود بهش تکیه بدی، تمام رگ به رگ بدن درد گرفته بود، دلت میخواست به یه جا تکیه بدی، دلت میخواست پاهاتو دراز کنی، دلت میخواست یه ذره را بری، احساس میکردی گلو تو خوش شده، دلت میخواست یه ذره حرف بزنی، دلت میخواست یه ذره بخندی. چیزی که اتفاقی که تو تابوت ها افتاد، دست گذاشتن فقط رو اعتقادات سیاسیمون نبود. حاج داوود رحمانی قرائز یک انسان رو ازش گرفت. بله دوستان، روایت های تلخی بود و واقعا عرض کردم تکان دهنده است، از این جهت که وقتی ما مقایسه میکنیم این شکنجه ها رو با اون چیزهایی که حالا در مورد رژیم های دیگه حتی شنیدیم، واقعا شاید با آشویتز قابل مقایسه باشه و یا شکنجه های قرون وسطا. البته بعضی از اینها من فکر نمی کنم حتی در قرون وسطا هم اتفاق افتاده باشه. علی هر حال آرزو میکنم که مملکت ما روزی رو ببینه که هیچ وقت در هیچ کجا از
نهادهای قانونی و در هیچ کجا ما شاهد نباشیم که نامی از شکنجه باشه و این بلا رو سر انسان‌ها بیارن. حالا حتی هر جنایتی هم کرده باشه طرف، چه برسه به اینکه زندانی عقیدتی باشه و زندانی باشه که صرفا به خاطر ایدئولوژی خودش در زندان افتاده. خیلی مخلصم، مراقب خودتون باشید. امیدوارم که ویدیوهای ما رو دنبال کنید و حمایتمون بکنید مثل همیشه. دم همتون گرم. مثل همیشه پاینده ایران بدرود. Thank you.